شرکت حسابداری پی بی اس با مدیریت رضا و نازنین هوشمند، خدمات حسابرسی و امور مالیاتی، تنظیم صورت‌های مالی و تهیه طرح‌های تجاری با 20 سال سابقه در ونکوور و 3 شعبه فعال در نورث شور، برنابی و ترای سیتی. تلفن 604-990-6668. من مهناز کاووسی هستم، مشاور املاک از شرکت ریمکس ماسترز. مهناز کاووسی، مشاور املاک در ونکوور بزرگ، ارائه دهنده خدمات خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری. تلفن 604-779-4146. سلام، سهیلا انصاری هستم، با برنامه گفتگوی هفته در خدمتتون هستیم. این هفته این برنامه به صورت زنده پخش میشه. امروز افتخار اینو دارم که در خدمت آقای هوشمند باشم. همجور که همگی آقای هوشمند رو میشناسیم، ایشون مدیر شرکت پی بی اس و همچنین از فعالان فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی هستن. در ضمن ایشون برنامه های هفتگی هم دارن و امیدواریم که این برنامه امروز بتونه برای شما مفید باشه. با درود و سلام خدمت بینندگان عزیز، منم رضا هوشمند هستم، در خدمت خانم انصاری و بینندگان تلویزیون آریا. به یه تعدادی تو این برنامه گفتار هفته که در خدمتتون هستیم، یه مقدار میخواستم اجازه بگیرم و معرفی کنم برنامه‌هایی رو که آریا تیوی داره، مضافاً بر این که برنامه‌ای که خود بنده خواهم داشت به نام گفتار هفته، که بیشتر مسائل بیزنس و مسائل فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی شهر می‌پردازه. بله، همینطور که شما گفتین، آریا تیوی برنامه‌های مختلفی رو پخش می‌کنه. برنامه که من توش هستم برنامه وایت بورد هست. همچنین ما یه سری برنامه های مختلف داریم. آقای فرامرزی هستن که ایشون در مورد مسائل حقوقی صحبت میکنن، خانم پور اقبال در مورد بهداشت روح و روان یا منتال هلث، و همچنین آقای فدایی که در واقع مشاور امور مالی هستن. و این برنامه ها به صورت مرتب از طریق آریا تیوی پخش میشه. برنامه آریا تیوی الان تقسیم شده به چند قسمت. یکیش ایرانیان میوزیک هست که در چند تا برنامه در هفته خواهیم داشت. یک قسمت دیگه برنامه پرژین کانادا است که مربوط مسائل ایرانیان کانادا و یا کانادا از نگاه ایرانیان داره میپردازه. همه این برنامه، هر سه تا برنامه، روزهای چهارشنبه خواهد بود و از این هفته ما چهارشنبه توی ساعت 8:30 پرایم تایم رو هم توی کانال آمری چنل خواهیم داشت. چنانچه از طریق فیسبوکی به صورت 24 ساعته هستش این برنامه در دسترس، و اینم از همونجور که خانم منصری فهمیدن از اولین برنامه های فیسبوکی لایو تلویزیون آریا است. درسته. همونجور که خدمتتون گفتم، ما تو برنامه گفتگوی هفته در مورد مسائل روز جامعه ایرانی صحبت میکنیم. بدون هیچ مقدمه ای، چه خبر آقای هوشمند؟ والا تو اون قسمت هایی که بیشتر مربوط به کار به قول معروف تخصصی من میشه، یکی دو تا موضوع مهمترین موضوعات دلست. هست که ما قرار هستش که برنامه های خیلی مفصلی توی این دوتا زمینه داشته باشیم که به یه نوعی این دوتا برنامه هم رو هم دیگه اثر داره. یکیش بحث انتخابات استانی پیش رو هست که دلست. چند ماه آینده برگزار میشه. احزاب شروع کردن به فعالیت، هم تو سطح استان بی سی هست، هم حزب لیبرال که الان دولت حاکم رو داره، هم حزب ان دی پی که اپوزیسیون رسمی و
حزب مخالف رسمی هست در مجلس استانی و از نظر مسائل اقتصادی هم مسئله سرمایه‌گذاران خارجی و مالیات جدیدی که دولت بسته بهشون، یه مالیات 15% که اضافه بر مالیات قبلی هست و اثراتی که بر بازار ملک و مسکن گذاشته به عنوان یکی از شاخص‌ترین مسائل روز BC هستش. یه مسئله دیگه هم هست که جدیدن داره دوباره مطرح میشه، اونم مسئله قدیمی هست مربوط به اون خط لوله گازی که از آلبرتا قراره نفت رو بکشه و به استان BC و از اینجا هم شیب بشه و یا به سمت امریکا بره، که با مخالفت ها و موافقت های زیادی توی جامعه کانادایی و حتی جامعه امریکایی روبرو هست و اونم دوباره داره مطرح میشه موضوعش. من در خدمتتون هستم، شما حالا مسائل خودتون رو بفرمایید، شما چه خبر؟ والا من کل تابستون رو بیشتر درگیر مدرسه، خب طبق کاری که انجام میدم به شدت سرمون شلوغ بود به خاطر اینکه ما در پایان تابستون که ماه آگست میشه برای تمام خانواده هایی که تازه ظرف یک سال گذشته وارد شهر ونکوور شدن یه مراسمی داریم به اسم نیو کامر اورینتیشن ویلکامینگ به اسم ناو BC که در عرض 3 روز این اتفاق میفته و ما کل تابستون رو تو این کار کردیم. ما حدود 670 نفر مهمون داشتیم و از سازمان‌های مختلف اومدن و توی اینجا 2-3 سمینار برگزار کردیم که پدر مادر رو آشنا کردیم با سیستم مدرسه و همچنان ثبت نام هر روزه رو داشتیم. یه چیز حدود 48 سازمان اومدن اونجا و معرفی شدن و ما به زبان‌های مختلف هم سمینارهای مختلف در مورد اینکه چجوری خانواده‌ها به بچه‌هاشون کمک کنن تو مدرسه و اینا پیش برن. این یه بخش از این بود که واقعا ما رو درگیر کرد. به اضافه میگم مسائل ثبت نام و خانواده، حالا باز من تو برنامه‌های خودم هم صحبت می‌کنم تمام چالش‌هایی که خانواده‌ها داشتن. من در کنار کار مدرسه که می‌کنم عضو هیئت مدیره جامعه فرهنگی زنان ایران هستم و ما داریم تو ماه اکتبر یه کنسرتی رو برگزار میکنیم که توی این کنسرت خانم تالین و آقای رامین تشریف میارن و در واقع به نام سیری در موسیقی شرق و غرب هستش. زمانش اکتبر 22 اکتبر و قراره که توی کیمک سنتر برگزار بشه. و یه موضوع جالب دیگه که من توی، البته توی کندوم از این جلسات ما داشتیم، مجله شیدوش هست که خانم فریبا جعفری مدیر این روزنامه هستن. یه روزنامه خیلی، روزنامه که در واقع نشتباه میکنم، مجله که خاص خانم‌ها هست و در مورد اینکه چطوری بتونیم سلامت باشیم با یه سری در واقع خانمایی که توی این جامعه ایرانی فعالیت دارن، از جمله تو آخرین مجله‌شون از خانم فیلسوف صحبت کرده بودن، یه مصاحبه داشتن. این کل خبرایی بودش که ما هم توی این چند ماه تابستون درگیرش بودیم و به اضافه برنامه‌های وایت بوردی که خواهم داشت در صورت به صورت مداوم که ما دارم. بله، اشاره کردید این نشریه جدید شیدوش نشریه یکی از مجله‌های نسبتا خاصی هستش که یه مقدار متفاوت از سایر مجلات شهر هست به خاطر اینکه خیلی به یه موضوع خاصی داره میپرزه که قبلا پرداخته نشده، بیشتر به فشن و به مسائل هلت و اینجور چیزا که تمرکزش بیشتر رو اینجور چیز هست. من والا یه اشاره مختصری به اون موضوعاتی که به صورت مفصلتر تو برنامه های آتی خواهیم داشت میخواستم داشته باشم، اون که این و اون همپوشانی و تأثیر و تأثیر اون مسئله مالیات بر سرمایه‌گذارانی که غیر مقیم هستن رو درسته. که متأثر از مسئله انتخابات هم به نوعی هست. خیلی ها عقیدشون هستش که دولت استانی BC و دولت لیبرال که حاکم هست زیر فشار افکار عمومی و زیر فشار این واقعیت که به هر صورت درسته از یه جنبه هایی ونکوور یکی از مراکز
جاذب برای سرمایه‌گذاران دنیا هست، به دلیلی که آب و هوای خاصی داره از نظر بحث سکیوریتی و سیفتی و از نظر بحث قوانین و حمایت‌هایی که دولت کانادا از مهاجرین از همون روز اولی که وارد میشن به عمل میاره، یه شرط خاصی رو برای بازار ملک و مسکن کانادا و به خصوص ونکوور ایجاد کرده. از اونجایی که تفاوت‌های اقتصادی لوکال تورنتو به دلیل قدمتش و به دلیل سوابق اقتصاد صنعتیش نسبت به ونکوور که اقتصاد وراصنعتی داره، اقتصاد بیشتر سرویس و خدماتی و اقتصاد مثلا فیلم اینداستری یا ریسورس بیسز هست، مثل جنگلبانی، آب و اینجور منابع رو بیشتر منبع فروش اقتصاد بی سی، اثر این سرمایه گذاری خارجی تو اقتصاد بی سی بسیار بسیار شدیدتر بود و این شدتش، این تأثیر این سرمایه گذاری ها رو بر اقتصاد لوکال و بر سایر بخش ها بسیار شگرف و بسیار عمیق میکرد نسبت به مشابهش در تورنتو. به همین دلیل این میزان شدید سرمایه گذاری و جذب شدید سرمایه تو دورانی که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا با رکود نسبی که تو اقتصاد جهانی هست روبرو هستن، یه امتیاز بزرگ برای اقتصاد کانادا بود و به همین دلیل اقتصاد کانادا تونسته تو این دوران رکود بزرگی که کشور بزرگ صنعتی با یه مقدار به هر صورت یه مقدار پسرفتی نسبت به پیشرفت‌هایی که قابل پیش بینی بود روبرو هستن، اقتصاد کانادا کمتر دچار این مشکل شد. اما از طرفی به سایر بخش‌های اقتصادی اثراتی گذاشت که باعث شد که افکار عمومی نسبت به اینکه دولت انتظار میده که یه عکس العمل نسبت به این قضیه داشته باشن به وجود اومد و خب احزاب مخالف همین قضیه رو شدیداً جزو برنامه‌هاشون گنجوندن. دولت استانی هم مجبور شد که این کار رو بکنه. این اتفاق قبلا توی استرالیا و انگلستان هم افتاده بود و با همون حالت کشور مشترک المنافع و کامانولث دولت استانی هم اومد و یه همچین مالیاتی رو بست. تا حدودی شاید توی کوتاه مدت بازار ملک و مسکن رو به یه مقدار رکود کوتاه مدتی بیاندازه و به تعبیر بعضی ها به اجاسمنت بازار و به قول معروف اصلاح قیمت ها و عرضه و تقاضا کمک کنه این دوران، ولی به دلیل همون جاذبه‌ای که عرض کردم خدمتتون همچنان بی سی یکی از مراکز جاذب برای سرمایه‌گذاران جهانی هست. بعد از این سرمایه‌گذاری و مالیاتی که بسته شده، الان این شاهد به قول معروف رشد اینجور سرمایه گذاری در امریکا خواهیم بود و یا در تورنتو که این مالیات بسته نشده و این طبیعتا اثر گذاشته توی سیاتل. بازارش گزارشاتی که از بخش اقتصادی میاد مشخصا این رو نشون میده و یا سایر استانهای امریکا. درصد ببخشید من یه خود نه خواهش میکنم نه ابدا، چون من میخواستم سوال بکنم. پس الان این مسئله تکسی که گذاشتن یه جورایی خب همه نگرانش بودن که خب خرید و فروش اومده پایین، ولی در این حال هم یه جور بالانس و انیوی پیش میاره دیگه، درست میکنه. شما یه توضیح هم راجع به انتخابات بدین، همچی که گفتین یه ارتباطی داره و واقعا به عنوان یه ایرانی کسایی که اینجا هستن چطوری میتونن توی این مسائل باشن یا شرکت بکنن؟ بله بله، والا بحث انتخابات تو استان بی سی خب پیش رو هست، ما برنامه مفصل خواهیم داشت دلست. حتی به احتمال زیاد از صاحب نظران دیگر، از خود احزاب، اینها تو هم تلویزیون آریا تیوی قرار هستش که دعوت کنیم بیان حضور داشته باشن و برنامه‌هاشون داشته باشن. جامعه ایرانی هم واقعیتش خب انتظار میره که فقط حضورش رو معطوف به بخش‌های اقتصادی جامعه نکنه. درسته. و به مرور این اتفاق هم خواهد افتاد، کما اینکه توی انتخابات سطح فدرال سال گذشته توی تورنتو شاهد بودیم دو تا ایرانی به قول معروف به پارلمان فدرال راه پیدا کردن و یه آقای ایرانی هم که آقای مریدی از قدیم تو استان
اونتاریو تو پارلمان هستن. اونجا به دلیل قدمت جامعه ایرانی به مرور این به این مسئله واقف شده و این اثرگذاری رو داشته. اینجا به نظر من در درازمدت اثرگذاری شدیدتر خواهد بود، به دلیل اینکه نسبت جامعه ایرانی به نسبت جامعه غیر ایرانی بسیار چشمگیره، ولی هنوز توی به قول معروف مراحل ابتدایی تر جا افتادن و نهاد ساختن جامعه ایرانی و اینها هستش. در حال حالا با بک‌گراندی که ماها داریم یه مقداری فکر میکنم همه دارن پله های کوچیک کوچیک رو میرن جلو، ولی امیدواریم که واقعا فعال باشن دیگه توی این زمینه هم. بزرگترین چالنجی که ما توی تابستون داشتیم در مورد ثبت نام، خب یه سری میگن که مدارس قراره بسته بشه توی سطح شهر ونکوور فقط به دلیل یه سری کسر بودجه هایی که وجود داره و یه سری مدارس هستن که بسیار قدیمی هستن و اینا به دلیل اینکه اگر بخوان اینا رو دوباره رنوویت بکنن هزینه های آنچنانی داره، ولی هنوز قطعی نشده و از دسامبر مشخص میشه که لیست مدارس رو به ما دادن و یکی دو تا از دبیرستان ها هستن که سعی میکنن بچه های مدارس ابتدایی رو ادغام بکنن به مدارس نزدیکتر و همینطور برای دبیرستان ها. خب همین این باعث شده که قبلا ما یه چیزی داشتیم به اسم Cross Boundary Application که شما میتونین توی اون محدوده‌ای که زندگی میکنین اگه بخواین عوض بکنین. الان مدارس به هیچ عنوان Cross Boundary Application رو تو سطح ونکوور الان قبول نمی کنن مگر اینکه یه کیس خیلی خیلی خاصی باشه. برای همین یه مسئله که پیش اومده، اکثرا رفتن خونه هاشون رو گرفتن و همینطور که میدونین همه درگیر این رنکینگ های مدرسن و من همچنان بعد از سال 2008 تا الان دارم سعی میکنم بگم که این رنکینگ ها واقعا تأثیر آنچنانی نداره، با اینکه خیلی از خانواده ها با من موافق نیستن، ولی مشکل و چالشی که برای ما به وجود اومده این هستش که خب خانواده ها میرن توی منطقه خاصی دنبال خونه میگردن به دلیل اینکه شنیدن اون مدرسه رنکینگ بالایی داره و اینطوری شده که حتی بچه ها اومدن و الان ما امروز 17 سپتامبر هستش، هنوز یه سری از بچه ها مدارسشون مشخص نیست، مخصوصا در سطح دبیرستان هنوز نمیرن مدرسه به دلیل اینکه مدرسه کچمنتشون هنوز جا نداره برای اینا. چون همجور که اگر بدونین بچه های دبیرستان از سال قبل اینا شروع میکنن واحدگیری برای سال آینده، بچه هایی که توی دبیرستان هستن و در طول تابستون ما هر روز داریم ثبت نام میکنیم، ولی نمیدونیم که چه تعدادی چه مدرسه ای ما اینا آمارشو نگه نمیداریم ما، چون وقتی که اینا میان مرکز ثبت نام میشن تست میشن هفته آخر آگست به مدارس چه ابتدایی چه دبیرستان پخش میشه. و خب چون که مدارس دولتی هستن اصطلاحاً first come first serve میشه، یعنی به تاریخ هر کی زودتر ثبت نام کرده اولویت داره به نفر بعدی. بنابراین خیلی مهمه که وقتی خانواده ها میان برای ثبت نام تمام مدارکشون کامل باشه، که حالا من شاید تو برنامه های خود وایت بورد جداگونه اینو اعلام بکنم. و اینی که ما اینا رو به خانواده ها بگیم که واقعا مدارس فرقی نمی کنن، اگر شما تلاشی دارین با بچه ها بکنین و بخواییم بدونین این مدرسه برای بچه ها مفید هست یا خوب نیست، یه سری فعالیت دیگه است که میگم جزئیات شما بعدن میگیم. این یه مسئله است که میگم همچنان ما باهاش درگیریم و فعلا هنوز امیدواریم که تا 19 سپتامبر تمام بچه ها مدرسه شون مشخص بشه. و واقعا اینو خانواده ها باید بدونن که اگر مدرسه بچه شما رو ثبت نام نمی کنه توی کچمنتش نیست، فقط به دلیل اینی که مدرسه جا نداره و ما از یه سری مسائل مختلفه، مثل اینکه شما توی کلاس بیشتر از 25 نفر نمیتونین بذارین چون فایر مارشال اونجا میاد اعتراض میکنه یا بچه های دیگه نمیتونن درس کافی بگیرن. اما
این که اشاره کردم اون برنامه ناو بی سی رو ما امسال داشتیم، تعدادش از همه سال خیلی بیشتر بود. ما پیش بینی کرده بودیم تقریبا بین 450 یا 500 نفر بیان، ولی 670 نفر رو ما داشتیم و از امسال از سی بی سی اومدن، از گلوبال تی وی اومدن و واقعا استقبالی که مردم کردن بی نظیر بود. و ما از تمام اینا یه سروی میگیریم، یعنی هر ورکشاپی که داشتیم یه ورقه به اینا دادیم، نظراتشون رو نوشتن و واقعا اطلاعاتی که گرفتن پدر مادر رو گفتن که به نفعشون بوده، مخصوصا که این سوال و جوابایی که میشه همه به زبون خودشون پرسیدیم بره. که ما بعدا میشیم ترجمه میکنیم و همه اینا میره برای سیتیزنشیپ و ایمیگریشن. یه مسئله دیگه هم که ما باش روبرو هستیم، خیلی الان منتظرن که قانون جدید سیتیزنشیپ اعلام بشه بره. که بیان و اقدام بکنن برای سیتیزنی، چون ما از طریق مدارس و برنامه خودمون که سیتلمنت ورکر هست یه سری کلاس های آمادگی برای سیتیزنشیپ میذاریم براشون، که فعلا ما هنوز هیچ اطلاعی نداریم و منتظریم که این اتفاق بیفته و بعد کلاس های آمادگی سیتیزنشیپ هم اعلام میکنیم براشون. دیگه یادگیری زبان والدین هستش که خوشبختانه ادالت ایژوکیشن یک سری کلاس های زبان برای پدر مادر رو گذاشته که از لول 1 هست تا لول 7 میتونن علاوه بر کلاس‌های دولتی استفاده بکنن. فرقی که این با کلاس‌های لینک که دولت میذاره داره اینه که کلاس‌های لینکی که دولت داره فقط برای کسایی هستش که پرمننت رزیدنت هستن، ولی کلاس‌هایی که ونکوور سکول بورد برای ادالت گذاشته برای اونایی که سیتیزن هم هستن میتونن بیان و شاملشون میشه و میتونن بیان با یه مبلغ خیلی پایینی از این کلاس‌ها استفاده بکنن. به موضوع مشارکت اجتماعی و اینها اشاره کردید، واقعا نکته خوبی رو دست گذاشتید و من خواهشم اینه اگر بحث مشارکت اجتماعی از همین جاها شروع میشه و اگر یکی از بزرگترین خدماتی که قسمت آموزش پرورش میتونه توی همچین برنامه هایی داشته باشه این استش که والدین رو واقف به این مسئله بکنه، که همونجور که اشاره کردید بسیاری از والدین با رقم‌های بالایی رو حاضر میشن مورگیج به جان خانواده و خودشون بگیرن به دلیل اینکه یکی از اهداف مهاجرتشون این هستش که بچه هاشون از سطح آموزش خوب خیلی خوبی برخوردار باشن. خب خوشبختانه آموزش کانادا یکی از سطوح خوب دنیا رو داره و با هزینه بسیار بسیار ناچیز و این، اما این همین والدین حاضر نیستن که به دلیل یا مشکل زبان یا مثلا مسائل فرهنگی و اینها حاضر نیستن توی جلسات به قول خودمون اولیا و مربیان شرکت کنن. این تشویق اینها به شرکت در این جلسات با این انگیزه که حتی منی که واقعا برای بچه خودم میرفتم و یا میرم شاهده این هستم که میبینم ارتباط روزمره و ارگانیکی که با مسئولین مدرسه پیدا میکنم به دلیل این حضور درسته. چقدر اثر داره روی سرنوشت بچه خود من و چقدر صددارو از جلوی پای بچه من برخواهد داشت. دقیقا. چرا ماها که مورگیج آنچنانی، وام آنچنانی رو به جون میخریم، حاضر به فهم مشارکت چند دقیقه یا چند ساعتی توی مسائل مدرسه نیستیم؟ دقیقاً یکی از کارهایی که ما توی برنامه Settlement Worker in School توی ونکوور انجام دادیم، ما یه پروگرامی رو گذاشتیم برای والدینی که تازه اومدن، در واقع اسمش هستش که Newcomer Parents Leadership Program. ما این برنامه رو دو بار یا سه بار در سال داریم که در یک هفته والدین میان و ترینشون میدیم این والدینو، اینا رو آشناشون میکنیم با سیستم مدرسه و از اینکه چی میگذره تو مدارس و بعدن این والدین داوطلب میشن توی مدارس. و خوشبختانه ما الان در عرض 3 یا 4 سالی که اینو داشتیم، ما باید بگم که این برنامه ناو پروگرام ما اونو با یه سری به عنوان واقعا با کمک والدینی که شرکت کردن و بچه های دانش آموزی که سالهای قبل خودشون نیوکامر بودن، اینا اومدن و این برنامه رو ما برگزار کردیم. چون همچنین که گفتم این برنامه 3 روز بود، روز اول برای والدین، روز اول و دوم و سوم برای دانش آموزهای دبیرستان هست که دانش آموزان سال قبل میان و به اینا میگه اصلا تو مدرسه چه خبره. درست. و واقعا ما پدر مادرها رو تشویق میکنیم که بیان و تو این برنامه ها شرکت بکنن.
خیلی میگم جزوه بازم چالش های ما هستش، چون خیلی وقتا بچه ها دوست ندارن والدینشون بیاد و ما سعی میکنیم اینا رو ایجوکیت کنیم که سیستم اینجا مثل سیستم ایران نیست. و در مورد سیستم آموزش پرورش صحبت کردیم، میدونین که الان داره کلا سیستم آموزش پرورش فرق میکنه. بله. از امسال، از سپتامبر امسال برای بچه تو از سیستم کودکستان تا کلاس نهم اینا رو دارن شروع میکنن که من جزئیات حالا تو برنامه خودم میگم، و برای کلاس 10 و 11 و 12 رو یه مقدارش از امسال، ولی به طور کامل از سپتامبر 2017 شروع میشه. و یکی از تغییراتی که داده شده اینه که بچه های کلاس 10 هم دیگه اون امتحان استانی رو نخواهند داشت و این بار بسیار سنگین رو از دوش بچه ها برداشته. ولی به این معنی نیستش که اینا نباید انگلیسی رو ادامه بدن. و یه موضوع دیگه هم همچی که گفتم در مورد مهاجرت هستش که خب ما خیلی از خانواده هایی رو داریم که برگشتن یا هنوز مشتاق این هستن که بیان و مهاجرت بکنن از اینجا. در مورد سیتیزنشیپ هنوز ما هیچ چیزی رو تغییراتی که گفتن، چون قرار بوده که اینا برگرده به اون سیستم قبلی که بوده، تا این ساعتی که ما اینجا نشستیم نه، هنوز تغییری نکرده. هنوز قانون سیتیزنشیپ همونیه که اعلام کرده بودن دولت آقای هارپر، که در عرض 6 سال شما 4 سال بعد اینجا باشین و امتحان زبانو میخوان و هنوز اون تعهدنامه‌ای رو که شما بعد از اینکه سیتیزن میشین میخواین که اینجا اقامت داشته باشین رو باید امضا بکنید. حرف اولو هنوز زبان انگلیسی میزنه. بنابراین مهم هستش که عزیزانی که دارن نزدیک میشن به اینی که سیتیزن بشن به یادگیری زبان انگلیسی اهمیت بدن. خیلی هاشون میگن که خب ما انگلیش 12 رو داریم پس لازم نیستش. اونم باز جزئیات بیشتری میخواد، تو وقت ما نمیگنجه واقعا، ولی من سعی میکنم حتما تو برنامه خودم راجع به این توضیح بدم. ما یه مقداری به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. من دوست داشتم که یه بار دیگه شما در مورد برنامه های هم خودتون هم برنامه هایی که آریا تیوی روی شبکه های مختلف داره برای بینندگان ما مطرح بکنید تا برسیم به قسمت بعد. من فقط یه اشاره داشتم به همین مسئله تغییرات قانون مهاجرت. مجلس اول یا مجلس عوام اینو تصویب کرده، ولی مجلس خواص یا مجلس مرحله بالاتر هنوز متصویر قرار نداره، چون تو تعطیلات بودن. الان اواخر سپتامبر قضیه داره پیگیری میشه، به احتمال زیاد این مورد تصویر قرار میگیره، به دلیل اینکه اکثریت زیاد مجلس عوام این رو تایید کرده. دولت هم میتونه در نهایت به عنوان اینکه مصرا میخواد این تغییرات رو، خصوصا اون لایحه 351 که مثلا اون به احتمال قریب به یقین ملغا خواهد شد و اون داستان شهروند درجه یک و دو از بین خواهد رفت. دقیقاً دو تا اتفاق خوب میفته، یکی سیتیزنشیپ و یکی هم بهتر برای دانشجوهای بین‌المللی میشه که به صورت اجازه تحصیل میتونن بیان، برای اونام قرار تسهیلات خیلی خوبی رو بذارن براشون. در رابطه با برنامه‌های تلویزیون آریا تیوی، ما مجددا اشاره میکنم ما تقریبا هر روز برنامه داریم توی این کانال های آمنی چنل که کانال 8 شاه هست و کانال 119 تلاس هست، و این برنامه خود شاه رو هم توی آریا تیوی توی برنامه کانال 116 خواهید دید. مالتی کالچرال کانال 116 مالتی کالچرال خواهید دید شنبه ها و چهارشنبه ها. بعد برنامه ایرانیان میوزیک هست، برنامه پرژین کانادا هست و برنامه متنوع دیگه ای که خود دوستان فالو میکنن و میدونن. من عذر میخوام که مجددا تکرار کردم. خواهش میکنم، برحال برنامه به صورت زنده است و خود اینم کلی چلنج هستش. به هر حال ما منتظر کامنت فیدبک های شما هستیم. این برنامه برنامه شماست، خوشحال میشیم نظراتتون رو به ما بگین و اینکه راجبه چه مسائلی بیشتر دوست دارین که ما صحبت بکنیم. از اینکه بیننده برنامه ما بودین به سهم خودم ازتون سپاسگزارم. براتون آخر هفته خیلی خوشی رو آرزو داریم از طرف خودم و آریا تیوی. شبتون خوش. منم به نوبه خودم سپاس میگم از توجهتون، از اینکه وقت گذاشتید به برنامه آریا تیوی توجه دارید. شبتون خوش، روزگارتون پایدار.